بسیاری از شهرهای مصر روز جمعه بار دیگر صحنه تظاهرات هواداران اخوان المسلمین بود. تظاهراتی که به خشونت گرایید و 3 کشته بر جا گذاشت. در جریان درگیری نیروهای امنیتی با تظاهر کنندگان دست کم 265 تن از هواداران گروه اسلامگرای اخوان المسلمین بازداشت شدند. این تظاهرات 2 روز پس از آن صورت گرفت که دولت مصر به دنبال حمله انتحاری در شهر منصوره گروه اخوان المسلمین را یک سازمان تروریستی نامید. دانشگاه الازهر یکی از صحنه‌های درگیری بین پلیس و دانشجویان هوادار اخوان المسلمین بود. در یک سوی این صحنه دانشجویان به نیروهای امنیتی سنگ پرتاب می‌کردند و در سوی دیگر پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان به گاز اشک‌آور متوسل شد. از ژوئیه سال جاری که محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرای مصر توسط ارتش از قدرت برکنار شد، این کشور صحنه ناآرامی و درگیری بین هواداران اخوان المسلمین و نیروهای امنیتی است. همانطور که خبرنگار یورنیوز از مقابل دانشگاه الازهر در قاهره میگوید، درگیری‌های بین دولت مصر و گروه اخوان المسلمین در حال حاضر به صحنه‌ای برای تنازع بقای هر یک تبدیل شده است. به ویژه که دولت به این گروه عنوان سازمانی تروریستی داده است. محمد شیخ ابراهیم لیورنیوز.